یه مشکل اساسی اینه که ما متاسفانه بحث امنیت ملی و سیاست خارجیمون رو بیان درگیر کنیم تو در واقع بازی‌های سیاسی داخلی. این متاسفانه چیز بدیه. تو انتخابات دیدیم، از انتخابات 92 شروع شد، تو 96 ادامه پیدا کرد و من امیدوارم در 1400 این ادامه پیدا نکنه. ولی این بسیار بحث بدی هست که ما حالا مثل همین دوگانه هایی که معیشت، مقاومت یا عرضم به حضورتون بحث رابطه، مذاکره و معیشت اینها رو مطرح میکنن، اینها دوگانه های اشتباهی هست که میسازن و دوگانه های علکی هست که میسازن در واقع برای انحراف ارکان عمومی. آمریکایی ها و اروپایی نشون دادن به راحتی زیر حرفاشو میزنن. ببینید، ما در واقع اون صنایع هستیمون، اون پتانسیل هستیمون رو قوی کردیم، هزینه کردیم سرش، برای توافق برجام بخشی از اونها رو نابود کردیم یا کم کردیم دیگه، درسته؟ یعنی یک مقداری از در واقع امکانات و ظرفیتمون رو از بین بردیم تا اینکه به اعتماد سازی بکنیم، درسته؟ الان دوباره ما بخشی از فرایندهای هستیم و صنایع هستیمون بازیابی کردیم. خب اگر دوباره قرار باشه گام اول رو ما برداریم و اینها رو از بین ببریم، حالا تحقیق و توسعه بوده، 20% بوده، میله های سوخت بوده، هر چیزی بوده، و طرف مقابل دوباره به تعهدات خودش عمل نکنه، چه اتفاقی میفته؟ دوباره ما یه هزینه کردیم، دوباره یه هزینه از بین بردیم، دوباره داریم تجربه میکنیم که طرف مقابل در واقع به حرفاش، به وعده‌اش عمل نمیکنه. لذا این نیازمند اینه در واقع حالا کسانی که در مسئولیت‌های کشور هستن اینو در نظر بگن که بعد از گذشته درس بگیرن، به کسی در آمریکا نمیشه اعتماد کرد. حتی دیدم که آقای ظریف، جناب ظریف گفتن که من مثلا با آقای بایدن قهوه خوردم، با ایشون دیدار داشتم، ایشون خیلی خوبن کردن. ببینید، کسانی که موضوع قدرت در روابط بین الملل و موضوع قدرت در خود آمریکا رو پیگیری میکنن، میدونن که خوردن یک قهوه، یک کافی با آقای بایدن در کافی شاپ در نیویورک 10 سال پیش، این هیچ تأثیری در اون معادله قدرت نمیذاره. تنها تأثیری که میذاره اینه که شما یک اعتماد ویژه‌ای به طرف دارید، یک در واقع یک ذهنیتی از طرف دارید که این فرد مثلا به من میتونه لبخند بزنه یا به ما کمک کنه، در حالی که اصلا اینطور نیست. آقای بایدن خودش اسیر بسیاری از مسائلی است که در داخل آمریکا از کنگره، اگه بخواد در واقع به ایران خیلی امتیاز بده، حالا از قول اینها که امتیاز نیست، برگشت به برجام امتیازی نیستش، کنگره برزدش خواهد شد، بنابراین خیلی از مسائلی که میخواد در داخل آمریکا انجام بده نمیتونه انجام بده. کنگره که میگیم فقط حزب جمهوری خواه نیست، حزب دموکرات، شاید بتونم بگم نصف حزب دموکرات کسانی هستن که با پول لابی اسرائیل میان سر کار و اینها حاضر نیستن، و سعودی، و اینها حاضر نیستن به همین راحتی در واقع آقای بایدن اجازه بدن که او به ایران در واقع حالا امتیاز بده. حالا امتیاز که نیست، در واقع میگم برگرده به برجام. لذا آقای بایدن تو این مسائل خیلی در واقع دستش باز نیست. شما دیدین آقای بایدن به راحتی به بحث کلایمت چنج، قرارداد پاریس برگشت، یعنی بحث معادله تغییرات اقلیمی رو با یه اگزیکیتیو اوردر روز اول ایشون دستور اجرای فرمان اجرایی آقای ترامپ رو در واقع منحل کرد، نقضش کرد و آمریکا دوباره به قرارداد پاریس برگشت برای تغییرات اقلیمی. ولی چرا این کارو در مورد ایران نکرد؟ چرا این کارو در مورد برجام نکرد؟ اگه آقای ترامپ خیلی آدم بدی بوده، خیلی نمیدونم اینها بعدش میومد ازشون و تو روز اول 15 تا در واقع فرمان اجرایی داد بذت فرمان اجرایی آقای ترامپ، چرا در مورد ایران این کار نکرد؟ چرا در مورد برجام این کار نکرد؟ اینا سوالایی که بالاخره دوستانم باید جواب بدن و مواظب این باشن که به هیچ دولتی، به هیچ فردی در هیئت حاکمه آمریکا نباید اعتماد کرد، هیچ گونه اعتمادی.